سلام دوستان عزیز، به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه خوراک جگر گوسفند یا همون جغور بغور هستش. جغور بغور یک غذای سنتی ایرانی بسیار خوشمزه هست، ارزش غذایی خیلی بالایی داره و طرز تهیهش هم خیلی ساده هست. اصل این غذا غذای محلی زنجان هست، ولی در شهرهای دیگه مثل ساری، مثل کرمانشاه، رشت به سبکای مشابه و با اسامی مختلف طبخ میشه. مواد مورد نیاز برای دو نفر: جگر 300 گرم که اینجا من جگر سیاه استفاده کردم، پیاز یک عدد نسبتاً درشت، سیب زمینی متوسط دو عدد، یک قاشق غذاخوری آب لیمون تازه یا نصف یک لیمون سنگی، یک قاشق غذاخوری ربع گوجه فرنگی، دارچی، پودر سیر، پودر فلفل سیاه، نمک، سرچوبه و روغن به میزان لازم. پیاز رو خرد میکنیم همراه با سه قاشق غذاخوری روغن داخل ظرف مورد نظر می‌ریزیم و روی حرارت قرار می‌دیم و کمی تفت می‌دیم. ما نمی‌خوایم پیاز ها سرخ بشه، چون توی این غذا پیاز باید زیر دندون بیاد. جگرها رو می‌تونید شما به صورت رشته‌ای یا به شکل مکعبی خرد کنید. جگر رو اضافه می‌کنیم، کمی تفت بدیم که تا آب پیاز کامل به خورد جگر بره. اگر ما از جگر سفید استفاده بکنیم، جگر سفید رو جدا میکنیم از جگر سیاه، با حدود یک پیمانه آب میذاریم کامل اول بپزه، چون جگر سفید دیرتر از جگر سیاه آماده میشه. کمی تفت بدیم تا رنگ جگر تغییر بکنه، نباید زیاد سرخ بشه چون زفت میشه جگر. این غذا بهتره که میزان پیازش یه مقدار زیاد بشه. حرارت باید متوسط باشه. کمی که تفت بود و رنگ جگر رو تغییر کرد، میام زردچوبه رو اضافه میکنیم. همراه با فلفل سیاه کمی نمک و رب به گوجه فرنگی تفت بدید تا رب روی خامش گرفته بشه و کامل رنگ باز کنه. رب که کمی تفت خورد، میان آب لیموی تازه، کمی پودر سیر. شما از سیر تازه میتونی استفاده کنی، با پیاز کمی تفت بده و دارچین اضافه میکنیم. خوب که با هم مخلوط شدن، حدود نصف پیمانه آب جوش اضافه میکنیم، حرارت رو کم میکنیم تا کمی مواد به خورد همدیگه برن و مقداری جگر بپزه.
زمینی رو به شکل مکعبی خرد میکنیم. اندازه مکعبا باید متناسب باشه با اندازه جگرهایی رو که خرد کردیم. بعد داخل روغن سرخش میکنیم. برای خوشمزه تر شدنشون مقدار نمک هم بهشون اضافه میکنیم. سیب زمینی ها رو کامل سرخ میکنیم. میتونیم این سیب زمینی ها رو به همین شکل سرخ کرده کنار جگر بذاریم یا اینکه با جگر مخلوط کنیم. تقریبا غذا به روغن افتاده. میایم سیب زمینی های سرخ شده رو اضافه میکنیم. کامل مخلوط میکنیم. حرارت رو زیاد میکنیم. بعد از 5-6 دقیقه از روی حرارت برمیداریم. سیب زمینی ها کامل مخلوط شد. غذا آماده است و موقعی هست که دیگه باید حرارت رو خاموش بکنیم یا از رو حرارت برداریم. خوراک جگر آماده شد. امیدوارم شما هم این خوراک خوشمزه را آماده و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. خوشحال میشیم ما را لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.